از ادب و احترام دارم به شما امیران عزیز. من تشکر میکنم از رضا کیهان عزیز که داره برنامه رو هدایت میکنه. در جهان تشیع حوادثی داره رخ میده که به نظرم خیلی حائز اهمیتن. خب البته همیشه تاریخ تشیع پرتلاطم بوده. ما پادشاهانی داریم یا دربارهای حاکمانی در طول هزار سال اخیر که اغلب اکراه شدن از اینکه اجازه بدن یک شیعه و یک رافضی به قول خودشون در دربار استخدام بشه. بارها شاهد تبعید اونها بودیم از دربارها در دوره غزنوی به ویژه. یا اگر رجوع بکنید به کتاب آثار العباد و اخبار آثار البلاد و اخبار العباد، در اونجا گزارشی آمده از حادثه‌ای که در طالقان میگذره. در اونجا به دستور حاکم و به فتوای یکی از روحانیون شیعیان رو داغ میکنن، یعنی پیشانیشون رو داغ میکردن، داغ میزدن بر پیشانی اونها که مشخص بشه اینا شیعه هستن، اهل سنت به اونها نزدیک نشد. در طالقان، در همین ایران خود ما. در جهان تشیع امروز ما دو شخصیت داریم، تصادفاً هر دو ایرانی هستند، یکی ساکن تهران، یکی ساکن عراق، یکی طرفدار قلع و قمع معترضان و حکمی هم که صادر میکنه یا اظهاراتش رساننده اینی که خواهان قتل عام تمام کسانی است که به عنوان معترض به خیابان ها آمدن و از اونها به عنوان اراذل و اوباش و مزدور و کسانی که تمتع میبرن از سرمایه گذاری های مالی عربستان سعودی و دخالت های صهیونیسم و آمریکا و از این قبیل، یعنی محارب، تمام کسانی که به عنوان معترض به گران شدن بنزین به خیابان ها آمدن، اینا محاربند، محارب با خدا هستند. و اما یکی دیگر در عراق که اسمش آیت الله سیستانی است، او هم ایرانی، مرجع تقلید، میگه کشتن معترضان حرامه. کشتن معترضان حرام. خب این خود این به معنای یک وضعیت تازه در بین گروه های شیعی است در کل منطقه خاورمیانه. همین وضعیت تقریبا در لبنان هم هست. با آقای دکتر محسن سازگارای عزیز هستیم. دکتر سازگارا، درود بر شما. عرض سلام و ارادت دارم خدمت شما آقای میبودی، خدمت همه بینندگان عزیز. دکتر سازگارا، نجف به هر حال تختگاه تشیع، یعنی تردید نیست. ما تشیع چند تختگاه داریم، کربلاست و نجف و ما از این قبیل. خب اختلاف عظیمی رخ داد، شکاف عظیمی بین دو شخصیت مرجع، یکیش در رأس قدرت، یکیش تصادفا مخالف قدرت دین در امور سیاسی است و هرگز هم تجویز نکرده که دین در امور حکومتی دخالت بکنه، در حالی که دیگری طرفدار اسلام سیاسی است، تشیع سیاسی. پیامدهای این چنین اختلافی چیه به نظر شما؟ خود شما چه روایتی دارید از وضعیت موجود؟ اگر اجازه بدید این موضوع رو در واقع در دو سطح دنبال کنیم. یک سطح نظری و تئوری، که یک سطح عملی و اونچه که الان داره میگذره. برای اینکه بسیاری از بحث‌های عملی به هر حال ریشه های نظری داره، به هر حال در عالم نظر در واقع اول شکل میگیره بعد به عالم عمل در میاد. در سطح نظری آقای میبودی، ببینید، بذارید از برتان راسل کمک بگیرم. کتاب خیلی خوبی داره راسل به نام قدرت، ترجمه فارسی خوبی هم از این کتاب هست، انشاءالله خوارزمی سالها پیش چاپ کرده. راسل در این کتاب میاد انواع قدرت ها رو دستبندی میکنه، شاید 11-12 نوع قدرت رو دستبندی میکنه. حرف راسل این است که میگه موضوع علم سیاست قدرته، یعنی این جزء یا به قول او دیفرانسیل
سیاست قدرته. بنابراین ما اگه بخوایم سیاست رو بشناسیم باید انواع قدرت رو بشناسیم. در این کتاب قدرت، انواع و اقسام قدرت برهنه در واقع به قول راسل که اسلحه است، ارتش، قدرت سازمان، قدرت پیروان، قدرت پول، انواع قدرت ها رو بررسی میکنم. به نظر من از بین انواع قدرتی که در این دنیا هست، مذاهب دست کم سه نوع قدرت رو به خودشون فوراً میتونن وصل کنن. و البته چون یه موضوع اجتماعی هستن، فانکشنالیته اجتماعی دارن، با سایر نهادهای اجتماعی هم از جمله نهاد سیاست، نهاد دانشگاه، نهاد هنر، با انواع نهادهایی که در جامعه هست تعامل هم دارن، نهاد مذهب. ولی خودش مستقلا مذهب سه تا قدرت فوراً در واقع دور مذاهب سازمان یافته جمع میشن. ببینید اینجا وقتی داریم میگیم مذهب، مراد مذهبی که تو دل شما بنده یا دیگری هست نیست، اون بین فرد و خدا، اون مذهب فردیه که اتفاقا خیلی هم امروزه مورد توجهه. ولی مذهب به محض اینکه پا به عرصه اجتماع گذاشته، سه نوع قدرت بهش رو میکنه. یکی قدرت پیروانی است که از اعتقاد و دنبال روی و تقلید، دل سپردن، انواع هم داریم بسته به مذاهب، مثلا با پاره فرقه های درویشی ذوب در مرادشون هستن، این اطاعت از پیغمبر یا امام یا رهبر مذهبی کم و زیاد داره. پاره فرقه های مثلا مسیحی مثل کاتولیکا پاپ رو خیلی عمده میدیدن، پروتستان ها نمیدیدن اصلا و امثال هم. سنی مثلا اهل تسنن در اسلام آنچنانی که شیعیان امام و جانشینان پیغمبر رو در واقع از اماما گرفت، جانشینان اماما همچین باوری ندارن و امثال هم. ولی به هر حال اینی که یک گروهی در اجتماع به یک دینی، به خصوص رهبران اون دین، حالا آیت الله ها، پاپ ها، کشیش ها، دل بسپرن، سر بسپرن، تقلید بکنن، اعتقاد داشته باشن بهشون، این یه نوع قدرته. به هر حال پیروانی که بتونن حرکت کنن و از دل و جان در واقع بر اساس موضوعی مثل ایمان پا به عرصه اجتماع بگذارن. این نوع قدرت اول که اولین چیزیست که دور مذاهب وقتی میاد بر عرصه اجتماع شکل میگیره و معمولا هم به اصطلاح این پیروان وقتی میان نیروی بزرگی میشن بسته به اعتقادشون. مثلا در ایران فرض کنید دراویش بی خود نیست که همیشه رقیب روحانیت هستن، برای اینکه پیروان جان برکفی در فرقه های درویشی هستن. نوع دوم قدرت که در مذاهب بروز میکنه سازمانه، سازماندهی کلیسا، مسجد، حسینیه، اینها فرمانده پیدا میکنه، ساپورتر پیدا میکنه، تقسیم کار توش پیدا میشه و انواع اقسام سلسله مراتب پیدا میشه، سازماندهی قدرت پیدا میکنه. در پرانتز عرض کنم در مذهب تشیع فعلی دست کم در ایران، شاید در عراق هم بشه این رو جاری دانست، من به شوخی گاهی میگم زور امام حسین از زور خدا بیشتره، برای اینکه دینی که دور مسجد و خدا شکل گرفته کمتر سازمان قدرتمنده، قدرت سازمانیش کمتر از سازمان مذهبی است که دور تکیه و هیئت عزاداری و امام حسین شکل گرفته. نوع سوم قدرتی که مذاهب دست می‌زنن پوله. پول به طرق مختلف، حالا یا موقوفات رو دست میذارن یا وجوهات شرعیه رو میگیرن، به هر حال نزد به اصطلاح ساختار مذهبی پول یه جایی داره. و البته همه مذاهب هم از جمله شیعه هم از این مستثنا نیست، روحانیتش بعد از یه مدت میبینه پول نذر و نذورات و وجوهات مردم کافی نیست، دست میبره به سمت موقوفات و زمیندار شدن و کارخونه دار شدن و اینا، در ایران که از بالا در واقع اقتصاد رو چنگ انداختن.
خب ببینید این سه جور قدرت به سرعت به اضافه ممکنه انواع قدرت‌های دیگه هم باشه به سرعت سازمان‌های مذهبی رو وسوسه می‌کنه که یا با اهل سیاست پادشاهان سیاستمداران تعامل داشته باشن سهم‌خواهی کنن یا یه جایی مثل ایران رسماً اومده میدون و میگه اصلا خودم شاه بشم من به شاه چه احتیاجی دارم آقای خمینی روشن در واقع اولین فقیه شاید شیعه بود که اومد این فتوا رو داد گفت سلطنت اصلا از اساس خلاف اسلام است این حرف عجیبی هم بود قبل از اون هیچ کسی از فقهای شیعه هم چه حرفی رو نزد و فقهای تسنن هم و ایشون برای اینکه خودش میخواست تئوری هم ساخت برایش که اصلا من باید بشینم اون بالا فقیه باید بنشینه و حتی برای حفظ حکومت گفت از نماز اولاست یعنی دیگه ستون دین اسلام به نماز ایشون گفت حفظ حکومت از نماز هم اولاست بنابراین این داستان که مذهب شیعه حالا مشخصن که از صفویه به این ور شد مذهب رسمی کشور قبل از اون به قول شما شیعیان در تعقیب بودن یا به خصوص دوره سه سلسله ترک نژاد غزنوی سلجوقی و خوارزمشاهی بهشون بسیار سخت میگرفتن و مخفیانه بودن رافضی بهشون میگفتن در دوره مغول ها حاکمیت ایلخانان مغول و حاکمیت تیموریان گورکانیان دست شیعه باز شد اون مغول ها در واقع حکومت بیطرفی نسبت به ادیان داشتن خودشون به دین شمنی بودن و بقیه ادیان هم کاری نداشتن و این به نفع شیعه شد در ایران ولی در صفویه وقتی به قدرت رسیدن بسیار هم سختگیر و خشن عذاب در آمدن اهل تسنن رو پاره مواقع قتل عام کردن با سختی سختگیری زیاد و سنت‌های بدی رو هم صفویه گذاشت مثل لعن خلفای سگانه از چهار خلیفه راشدین یا موارد دیگری که خیلی چیزایی که الان ما به نام دین شیعه در ایران میشناسیم میراث صفوی است میراثی که از خیلی شما رو دست مسیحیت کپی شد اومد ولی باز هم در واقع شاه قبول بود که شاه حاکم باشه حتی شاه خیلی متدینی مثل شاه طهماسب صفوی اگرچه میگفت شیخ احمد کرکی حکومت از آن اوست من به نیابت از حکومت کنم ولی زور و قدرت دست شاه بود تا قاجاری هم این ادامه داره و ما میرسیم آقای نیبودی به انقلاب مشروطه ایران انقلاب مشروطه که ورود عصر مدرن بود به کشور ما اول دفعه در واقع روشنفکرهای مشروطه این فکر رو مطرح کردند که اصلا حکومت مدرن دیگه پارلمان میخواد تفکیک قوا میخواد و دنیای جدید از جنس دیگری است اون حاکم و سلطان و نمیدونم اینا رو باید بذاریم کنار بی خودم نبود که با روحانیت حرفشون شد اگرچه بخشی از روحانیت از مشروطه پشتیبانی کرد ولی اون ستونای خیلی قوی روحانیت خیلی زود فهمید که این مشروطه با تصورات اونها از حکومت نمیخونه بذارید همینجا بیام سر همین سخنرانی چند روز پیش آقای حسین سلامی در بعد از کشتار مردم در ایران در جلو آقای خامنه ای که آقای خامنه ای اتفاقا بعد از صحبت آقای سلامی گفت این بسیار صحبت خوبی بود ایشون به روشنی آقای سلامی در صحبتش گفت که از سال 78 و حادثه کوی دانشگاه اسم آورد 88 96 و 98 ما گرفتار روشنفکرای غرب زده ای هستیم که میراث بر ملکم خان و آخونزاده و حاج سیاه هستند حالا این ستا رو اسم آورد البته شاید آقای سلامی روشنفکرای دیگه مشروطه رو یا نمیشناسه یا نمیخواسته مطرح کنه و آقای خامنه‌ای گفت خیلی صحبت خوبی است یعنی این تضادی که در مشروطه بروز کرد تضادی که گزارش بسیار خوب این تضاد رو فریدون آدمیت در اون کتاب خیلی خوب ایدئولوژی نهضت مشروطیت داده در
این تضاد هنوز به قوت خودش باقی. یعنی یک طرف روشن فکران جدیدهی پیدا شده بودند که بعدن البته رضا شاه به نوعی نسخه روشن فکرهای مشروطه رو پیچید، دولت مدرن رو شکل داد و انصافا پهلوی ها شاید اولین سلسله شاهی در ایران هستند که هم منادی دولت مدرن شدند بعد از انقلاب مشروطه و هم ادبیاتی به نام ادبیات توسعه، توسعه اقتصادی و غیره تازه در کشور ما مطرح شد و به اصطلاح اینکه حکومت بانی توسعه مملکت باشه و توسعه اقتصادی و بقیه چیزهایی که به دنبال ورود عصر مدرن به کشور ما اومد. و ولی در همین به اصطلاح کشمکشی که در مشروطه بالاخره جنازه شیخ فضل‌الله نوری رو سر دار کرد، اگرچه مثلا آدمی مثل نائینی کتابش رو پس گرفت، و این کشمکش فکری دوره پهلوی ها هم به خصوص دوره رضا شاه با قلدری که رضا شاه داشت و با اینکه میخواست مملکت رو بکنه ببره جلو، روحانیت رفت زیر به اصطلاح تیررس رضا شاه و وقتی هم موقوفاتشون قطع شد اون فتوای آستابالحسن اصفهانی که اومد منزلش رو فروخت و شهریه طلاب رو داد و گفت سهم خمسی که شیعه میگیره سهم امام زمانش رو میتونن بدن به حوزه های علمیه که خرج تربیت طلاب بشه و به این ترتیب از زیر ضرباتی که چون بیپول شده بودن روحانیت سعی کردن در بیارن و البته دوره محمد رضا شاه دوباره یه مقداری چنگ انداختن روی پاره موقوفات و غیره. ولی در دوره این کشمکش در جامعه ما اومد به شکل انقلاب اسلامی دوباره به سمت روحانیت چرخید و روحانیت حاکم شد. همینجا در پرانتزم عرض کنم نسل ما که عشقمون انقلاب کردن بود، از روی دست چپ ها و کمونیست ها کپی کرده بودیم و میخواستیم فکر میکنیم انقلاب همه درد هاست، متحد نزدیکی که کنار دستمون دیده بودیم خب روحانیت بود. فکر کردیم با آوردن روحانیت زورمون زیاد میشه، میتونه اون انقلابی که خیلی دوست داریم بریم بکنیم. این رو نخونده بودیم که روحانیتی که از تو شیشه درش بیاری و تئوریش ولایت فقیه باشه این دفعه دیگه نمیره تو شیشه برگرده مثل بعد مشروطه بره تو شیشه. در نهضت نفت هم روحانیت اومد به کمک مصدق ولی دعواشون شد و عملا نهضت رو به شکست کشوندن. ولی در انقلاب اسلامی خب آقای خمینی خودش روحانی بود، مرجع بود و یک عده روحانیت سنتی هم با او همراه شدن و وقتی این غول از شیشه اومد بیرون، غول حالا ارتجا اگر اجازه باشه این لغت رو استفاده کنیم، سر همه ما رو برید، سر در واقع همه اون روشنفکرهایی هم که فکر میکردن با انقلاب مثلا از نهادی به نام سلطنت عبور میکنن یک کشور انقلابی مثلا چپگرای سبک مارکسیستا درست میکنن، به سلامتی هرچی که به نفعش بود از اونا گرفت، مثل مصادره اموال و بالا کشیدن پولای مردم و اینا، ولی سر خود روشنفکرها رو هم برید و روحانیت به قدرت رسید. و الان ببینید هنوز در عالم نظر، اینا از این جهت عرض میکنم، در عالم نظر به نظر من بین آقای سیستانی، من ندیدم دست کم، و آقای خامنه‌ای بر سر مشکل با دنیای مدرن، بر سر مشکل با حقوق بشر، آزادی‌های مصرح در اعلامیه جهانی حقوق بشر، دموکراسی و سکولاریسم ای بسا تفاوت چندانی نباشه. من دست کم ندیدم آقای سیستانی مثلا در هیئت یک مصلح دینی ظاهر بشه، که یک اصلاحگر دینی که اندیشه های دینی متناسب با عصر مدرن ارائه کرده باشه، بیشتر یک مرجع سنتی باید محسوب بشه ایشون و البته پر مقلد. یعنی اصلا مقلدین آقای سیستانی تعدادشون با مقلدین امثال آقای خامنه‌ای قابل مقایسه نیست، یا بقیه مراجعی که در قم هستن شاید
پر طرفدارترین مرجع شیعه باشه ایشون. از قراری که میگن وجوهات شرعیهی که به دست ایشون میرسه نزدیک به 500 میلیون دلار در ساله. البته برای آقای خامنه ای هیچی نیست، برای اینکه او دستش رو دراز کرده توی نفت و سفره مردم ایران، نصف اقتصاد ایران رو تصاحب کرده و ده ها کانال دیگه درآمدی هم برای خودش درست کرده، مثل قاچاق مواد مخدر و غیره که صحبت از میلیاردها میلیارد پوله که دستشه. ولی در عالم اینی که از دست مردم بهش پول برسه، آقای سیستانی با فاصله مرجع پرطرفداری است. برابر این نکته من این است که فرق این آقای سیستانی با خامنه ای این است که میشه گفت آقای سیستانی اگر به فتواش هم شما مراجعه کنی، جز با اون فقهایی نیست که بستید فقیه رو قائل باشه، قائل باشه که مثل آقای خمینی فقیه باید بیاد حکومت کنه، فقیه باید بیاد و بر مسند قدرت بشینه. مثل بقیه فقهای شیعه حکومت رو ترجیح میده دست غیر روحانی ها باشه و روحانیت با قدرت سگانه‌ای که در ابتدای عرایزم عرض کردم طلبکار حکومت باشه، در واقع از مریدان و موقوفات و وجوهات و سازمان مذهبی که داره به عنوان یک نهاد قدرتمند اجتماعی بتواند که همیشه طلبکار حکومت ها باشه، قدرت پنهانی رو اعمال کنه. ولی آقای خامنه ای بر اساس چون سر سفره‌ای که آقای خمینی پهن کرد ولایت فقیه نشسته و خودش رأساً در رأس حکومت قرار داره، اونم حکومتی که به موجب قانون اساسیش فردی به نام رهبر حق داره هر کاری دلش میخواد بکنه، به هیچ کس هم جواب نده، همه چیز در ید اختیارشه. تازه آقای خامنه ای چهار تا بالاتر از اون اختیار برای خودش، اختیار قانون اساسی برای خودش فراهم کرده، مثل همین بساط پولی و غیره. بنابراین ببینید دو تا آدم در عالم تشیع، یکی در عراق یکی در ایران، یکی به لحاظ نظری بریم عقب، ممکن است که در مواجهه با عصر مدرن هیچ اختلاف چندانی با هم نداشته باشند، ولی یکی از سلسله فقهای قدیمی و اکثریت فقهای شیعه است که قائل نیست که سلطان رو، حاکم رو، حالا در عصر جدید دولت و رئیس جمهور و غیره رو کنار بزنه، خودش بره اونجا بشینه و به اصطلاح فقیه رو ترجیح میده از پایگاه های دیگه قدرت مذهب استفاده کنه اگر هم وارد امر قدرت بشه. یکی در ایران به تخت نشسته اصلا و قدرت بیکرانی رو به موجب سندی به نام قانون اساسی، یک استبداد تموم عیار دینی براش قانونی شده در یدشه و حکومت ظلم و جوری رو درست کرده که مدعی امیرالمومنین بودن همه دنیای اسلام دیشنیدی دادن، ولی امر مسلمین جهان مثلا. حالا یکی نیست به ایشون میگه شما از همون خیابون پاستور بیای بیرون، دو تا خیابون پایینتر مردم قبولت ندارن، ادعای دنیای اسلام رو بی زحمت نکد. و یک دقیقه برای آقای دوستاز یک دقیقه و برای خواهش میکنم و برای حفظ حکومتش هر کاری رو هم مجاز میدونه، هر چیزی رو هم مجاز میدونه، هیچ مرز اخلاقی هم نداره. جالبه که الان به طور غیر مستقیم به دلیل اینکه در عراق هم آقای خامنه ای و حکومت اوست که داره از عبدالمهدی که البته استعفا کرد به دنبال اعتراض شدید آقای سیستانی دفاع میکنه، در واقع به شکل پنهان این دو چهره دارن با هم دعوا هم میکنن. در واقع در عراق به تعبیر نهایی آقای سیستانی داره با دست و بال حکومت ولایت فقیه آقای خامنه ای جنگ میکنه و سمت مردم ایستاده، اگرچه آقای سیستانی فرد محتاطی است، به خصوص از پسرش اصلا به خوبی یاد نمیشه برای سر و سری که محمد رضا سیستانی با حکومت ایران داره، ولی خودش نشون داده که سمت مردم عراق میسته و ای کاش ما این حرفای آقای سیستانی رو سمت مردم ایران هم
میشنیدیم برای اینکه ایشون در ایران خب تا همیشه داشته باشید آقای دکتر سازگار عزیز گفتگو با دکتر سازگار را ادامه میدیم مبحث خیلی مهمی سمیان را تشکر میکنم رضا کیهان عزیز برنامه را اجرا کرد سپاسگزار دکتر سازگار موافق باشید گفتگو را با شما پی بگیریم ممنون از محبتتون در خدمتتون